<applause> دا ازادي دا 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 بسم الله الرحمن الرحيم بن النجان شن بين النجان وهم وطننا هذا عزيز غرامي سلام واحترامات بندرة بزيرا باشين إيد سيد أطهارا براي شما وقافة ملتي ومسلمان وكافه أمتي إسلامي در سرتاسر جهان تبریک و تهنیت عرض می خدا کنه که ایده خوبی را داشته باشین با وجود همه مشکلاتی را که این ملت بارها تحت امتحانات مختلف و در مقاطع مختلف تاریخ آمده و الحمدلله از امتحانات ما شما و انشالله با راه مستقیمی که این ملت همیش بوده با و انشالله میرسیم میم در مورد بحث امروز که می خواهیم در مورد صحبت ها و یا خطبه زعیم امارت اسلامی که به مناسبت عید سید در مسجد ایدگاه قندهار داشتند و موضوع بحث گرم روز بود و تمام رسانه ها به آن به از مختلف با خوشبینی و بدبینی های زیادی صحبت ها صورت گرفت من هم به نوبا می خواهم که در این مورد اظهار نظری داشته باشم و صحبت هایی را با دوستان و علاقمندانی که میخواین بشنوان به اونا شریک میسازم. سازم این خطبه که در حدود 22 الى 23 دقیقه بود و اکثرا دوستان و مردم را شنیدن و از او هر کس به زعم خود تعبیر و تفسیر کردن ما هم نقاط مهم زیرا گرفتیم و ایرا به سی دسته تقسیم کردیم که خطابه چی بود بخش اول از خطابه به خطاب به ملت افغانستان و امت اسلامی بود قضایای بغرنج مثل فلسطین مشکلات دیگر جهان اسلام عدم اتفاق و بهرهبرداری جهان استعماری و کفری از, 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 از ضعف های جهان اسلام بود دوم بخش از این خطابه برای مسئولین و منصوبین حکومت امارت اسلامی افغانستان بود تا امو رفتار و روش از اینا و طریقه ای کار از اینا و اهداف از اینا بعد از آمدن امارت اسلامی برای ملت افغانستان چیست اونا را و وضاحت داده بود نقطه سی او که ما میخوایم ذکر کنم و او در ای خطابه دی ای خطبه وجود نداشت که باید میداشت او هم نقطه بود که باید در این جمعی بود در این خطبه ما شما دیدیم که به مسائل اتحاد و اتفاق و ایزا همگی صحبت صورت گرفت اما در مورد از که چرا اید ما بعد از سالیان متمادی که ما شما همیش ایده با امت اسلامی و بالخصوص عربستان سعودی با پیروی از احکام الهی و شرعی و فتوای علماء فقی و اسلامی در جهان که اونا به حساب هدایت می دادن ما همیش اید ما روزه ما اید خرد و کوچک ما با عربستان سعودی بود و ایرا به اساس فتوایی که از علمای جهان اسلام و یا علمای افغانستان داده شده بود و تمام شرایط در اونجا به حساب مد نظر گرفته شده بود که لازم تعالی آیا ما شما امی تلوی و برامدن محتاب چقدر اثر داره وقت و زمان تفاوتش چقدر است خبر لحاظ تواتر که به میرسه آیا خبر بر ما میرسه در او صورتی میکنه بعد از این همه چیزهایی تصمیم گرفته شده بود که دولت افغانستان در طول تاریخ بعد از که خبر از عربستان سودی می آمده اینا به تعقیب از اونا اگر حکم روزا گرفتن آمده روزا گرفته شده اگر اید آمده اید گرفته شده فلحازا اید ملت افغانستان یک روز بوده و با جهان اسلام بوده چی واقع شد که دفتنی همه تلسم شکست و امو انانات و رسوماتی که ما در قرنها بر خود جور کرده بودیم او چرا غلط برآمد؟ یه چیزی بود که باید زعیم امارت اسلامی برو بحث میکرد و ای مطرح میکرد و با مردم می که اینی مشکل بود به ای اساس ما ای تلسم شکستاندیم و می که او غلط بود آل ما سعی شدیم بعد از ای به ای ترتیب پیش میریم و اگر فرزن او غلطی بود علما باید دفع میخواستند چرا ای کار علما بود مردم عام خو نکردن همیش فتوای روزه گرفتن و روزه شکستاندن و اید همگی از طرف علما میه روزه است روزه بگیرین مردم روزه میگیره روزه نگیرین روزه نمیگیره اید است اید میکنن اید نیست اید نمیکنن این کلگیش مربوط علما است فله از هر اشتباهی کی که بود از علما صورت گرفته بود فتوایی که دو زمان داده بودن علما داده بودن فله غلط داده بودن و اگر فرزن او غلط نبود خیلی فتوا امروز غلط است از این باید خواسته شو. چرا ملت به مصیبت دوچار کردن چرا به اختلاف دوچار کردن مردم از تمام جهان زنگ میزنه به این مبارکی ملت میگه که ما خانوزید نداریم فرازا این وظیفه زعیم امارت اسلامی بود که ایره باید توضیح میداد و مردم مطمئن میشدن که از خودش میشونیدن چرا که یکی خو از طرف و طرف هر کس به زعم خود یک تعبیر داره اما وقتی که زعیم می گفت و تشریح میداد و می گفت که فتوا یا مشوری علما است و به این اساس و این کار ما کردیم یک باب دیگر باز میشد اما این کار نکردن مسئله دیگری که دی خود نبود و این بود که با تمام امو رهنمایی هایی که کرد برای امت اسلامی بر ملت افغانستان بر علمای کرام با منصوبین دولت اسلامی و مامورین اما در یک پیام خوشی برای ملت باید می بود یک تحفیه ایدی باید می داد و می گفت که ملت شما بسیار تقاضاها و خواهشات داشتین ما همه گیشه پوره کرده نمیتونستم مگم در این ییت براتان یک توفیع زیر میتون که شما قانون اساسی را میخواستین ما قانون اساسی را براتان در سه ماه الی شش ماه تیار میشه و تقدیم میشه ملت خوش میشد به این با اما مصیبتایی که در دا وجود داره ملت خوش میشد و اظهار از از اطمینان سپاس میکرد اگر فرزندی نمیتونه اعلان میکرد که مکاتب را که بسته کرده بودیم در سه سال به این دلایل بود و حال او مشکلات حل شد انشالله امنیت در افغانستان است اولادای ما شما در امن در حجاب و نصاب و کتاب برابر در زیر چوکات امارت اسلامی افغانستان در امن و اسمت و افت خود و مکاتب میرن انشاالله مکاتب باز میشد مردم خوش میشد که نه تصمیم گرفته بودن کار تمام کردن اما ای گفته نشد قانون اساسی گفته نشد نویت نظام که باید می گفت که یک توفه برتان می که انشال از حالت نگران می یک حکومت دائمی برتان میدیم، مردم خوش میشد. شد اگه یک کارم نمی کرد در می گفت که تقاضاهای های ملت زیاد است و زیاد بود ما همگیش نمی نمیتونستم برآورده کنم می خواهم که ایره، در یک چوکات بر شما در لوی جرگه کنم و لوی جرگه را میخوایم مشکلات سیاسی اقتصادی نظامی تمام افغانستان اونجا بحث میکنم و این موضوع را حل میکنیم بسیار ملت خوش میشد که این یک تصمیم مثبت گرفته شد اما متاسفانه هیچ خبر خوشی برای ملت در اینجا نبود این ای چیزایی بود که من فکر کردم که اینا باید میبود بود ای این خطبه کامل میشد پورا میشد و حساب بالایش مثبت صورت میگرفت و جهان هم متوجه میشد چیزهایی که برای جهان بود موضوع فلسطین بحث کردن ظلم و بربریت اسرائیل دنیا با بازی دوگانی امریکا را با جهان بحث کردن این کلگی ای مسائل مشکلات که نفاق و شقاق در جهان اسلام است اتفاق نیست همه به حساب امو دار و مدار خود از دست دادن سرزمین اسلامی زیر به حساب تخت و تاز است این بخش جهان چی کردن میم در داخل قضیه که همچنان این به مسائل بین لیلیان بود که اید روز عفه است باید همگی یکی دیگر عفه کنن اختلافات از بین ببرن چی در سطح جهان اسلام و چی در سطح افغانستان دشمنی ها باید به دوستی ها مبدل شود. خواهشات نفسی را باید عقب بگذاریم و به رضای الهی بپیوندیم هر چی که رضای خدا باشه اونمو مو کار کنیم بسیار گپ مثبت و خوب است بسیار خوب است دیگه ای که یک اشاره به میدیا بود که چون در میدیا صحبت ها میشه انتقادات میشه گفت که انتقادات باید نشوه چرا این ضرر میرسانه به نظام اسلامی و نواقص و مصیبت ها و معیوبیت های دوستان و نظام اگه گفته میشه باید علنی گفته نشه و در گوش مردم گفته شوه در خفا گفته شوه تا اصلاح بیاید باعث عزت شوه باعث بیزتی نشه اما در مورد باید بگویم که در خفا هم گفته شد حیات ها جور شد گروپ ها جور شد از نقاط دور جهان از امریکا از استرالیا از اروپا حیات های مختلف به افغانستان رفت با های امارت اسلامی نشستن به قنده ها رفتن سفر کردند، صحبت ها صورت گرفت در مورد قانون اساسی شما یاد دارین که حیات خاصی به قندهار رفته بود اونا با ملا حیبت الله ملاقات هم کرده بودن برشان گفته شده بود که در شش ماه انشاءالله قانون اساسی را میتیم یک سال از او گپ گذشت آیا با او مردم دروغ گفته شده بود وعده های دروغ داده شده بود ببینین آهیت آه ها آمد در گوشتان گپ زد با شما از نزدیک گپ زد شما چی کردین؟ آیا اصلاح شدین؟ آیا او کارا اصلاح کردین؟ نظام اصلاح کردین؟ نکردین فلحاظ مجبور شدن مردم تا به جهر صحبت کنن تا صدا به تمام جهان برسه و نواقص شما ظاهر شوه. و تا شما مجبور شدن و کارا رو درست کنین در گوش گفتن شد حیات ها آمد وعده ها داده شد صحبت ها شد در هر مورد در مورد مکاتب، در مورد قانون اساسی، در مورد لوی جرگه، در مورد نویت نظام، در مورد برآمدن علد نگران حقوق زندی کل گیزا را بار بار وعده شده، اما وعده وفا نشده و دروغ گفته شده کذب شده یه چیزی است که ضربه میرسانه به نظام اسلامی دیگه چطور میتونه مردم در گوش بیاید در گوش شما بگه گوش کار نکرد دیگه اینجا گفته شده بود که باید در گوش گفته نشه دیگه ایست که علما همچنان باید اختلافات ذات البینی خود دور کنن و بر اتحاد و اتفاق امت اسلامی باید کار کنن. بسیار گپ خوب است همامی مسئله تازه که امروز عید است این مشکل خو امت پیدا نکرد ایره ملت پیدا نکرد ایره خو علما پیدا کرد چرا ای کار کردن؟ چرا فاصله را بین ملت جور کردند؟ چرا ایده که از اون شکل مسلسلی که ما شما در طول سالیان متمادی داشتیم با عربستان سعودی اید میکردیم یک اید بود تمام ملت خوش بود و جهان و امت اسلامی هم خوش بود که اما ممالک اسلامی متحد هستند به جز از پاکستان که پیروی انگلیس بود متاسفانه امسال ما پیروی انگلیس شدیم ماندیم خط جهان اسلام ای کارا کی کرد درست است که اما علما نکرده چرا که قرار اطلاعی که از داخل داریم اکثرا خفه هستند به ای کار اظهار نظر هم کردن برشان گفته شد دانتان رو چپوی گیرین فلاز ای کار چهار پنج نفری است که در نزدیکه ملا حیبتولا هستن و در گوش چکک های خاص خود می کنن و نظام هم متزلزل و خراب می سازن ملت هم فاصله می گیره امت هم خفه میشه و این کار قصدی است. ای کار ای مردم کسی که میکنه قصدی میکنه از همین خاطر ای که علما باید اختلاف دور کنن علما اختلاف دور نکردن اختلاف پیدا کردن هنال باید علما بگوین که سابق غلط فتوا داده بودن یا حال غلط فتوا دادن ای باید واضح شوه امروز نی فردا کار باید شوه به با هر روزی که میشه باید شوه موضوع دیگره که ملاحبتان رو به اشاره کرد که گفت اگر یعنی اینطور برش می گفت که یعنی اگر کسی خوش نیست و علما بیشینن و اتفاق کنن و با اکثر احتی آرا, بگوین که ما تو را در منصب نمی و برطرف می کنیم. ما خوش میشون که ما از این منصب دور کنن اما در بین خود نفاق نکنن به اتحادی کار کنن یک نظر مثبت است اگر این درک کرده که ملت ناخوش است و فاصله است و کارا درست نیست اگر یک زعیم این ای چیز احساس کنه باید اگر به از ازو از که برطرف میشه خودش باید اون چیزها را اصلاح کنه و بگه که این این مشکلات سیر محل حل میکنم مردم هرگز باز نمیخوای که کسی اوسو شود اما که وقتی که صدای ملت شنیده نشه شو، فاصله پیدا شوه مشکلات زیاد شود خود با خود ملت با تقاضا میکنه که باید این کلان ما نیست این صدای ما را نمیشنوه فلازا باید این نباشه نقطه مهم و آخری بود که در مورد تکبر و غرور و و خودستایی و اق و اقربا پروری صحبت شد و گفته شد که از اجتناب کنین ای باعث تبایی نظام میشه و در عین حال به صدای مردم گوش بتن به مشوره هایشان گوش بتن و اون مشوره ها را پیاده کنین و بعد چیزهای خوب بگیرین و چیزهای بد با او اکثر عمل نشان نتین در این حال برای مسئولین گفته شد که شما خادمای ملت هستین نه بادارای ملت و باید من حیث خد خادم خدمت ملت ها کنین تا اینا خوش باشن راضی باشن ای گپای بسیار مثبت و خوب بود که باید گفته میشد و گفته شد اما متاسفانه که بازم حکومت در همون جایی است که از چرا ای گپ های خوب آیا پیاده میشه نمیشه آیا کسایی که در نظام دست اجنبی هستن که نظام دار روز به روز بدنام کرده میرن با طرق و کارهای مختلف آیا به این چیزا گوش خواد دادن این پیاده خواد کردن یا نخواد کردن مسئله حقوق زن یاد کردن برای گفت که تمام میراثشان برشان بتین مهرشان رو برشان بتین و با اینا با حساب ظلم بالایشان نشوه مگر هم همی هم که ما این رو به تعلیم نمیمونه خودش یک ظلم است اول این چیزی که باید میگفت می, گفت می گفت حقشان رو میتین از میراس کدام پیش از مهر کدام پیش تعلیم بود تعلیم بر نینار تعلیم بتین بهترین کار میشون تنها مهر میراث این حق زن نیست تعلیم هم حق زن است به زور به در آوردن خلاف خواهش زن ای هم خلاف شریعت است و این کار داره در جامعه امارت اسلامی کار ادامه داره همه روز میشنویم فلان و فلان و قمندان امنیه و والی و وزیر و مهین و دارن آروسی هاست ها و برنامه هاست ها که چون پول از کجا میکنن اینا خو مردم صادق هستن مردم صادق خو پول ملت به تلمال نمیخوره اگر نخوره با پول ماش یا روسی ها را کردن نمیتانه این پول از کجا میکنن که اینا آروسی ها میکنن این چیزا باید هم مورد توجه قرار بگیره تا مردم بفهمند که واقعا نظام اسلامی نظام اسلامی است یا ای است که زعیم دور نگاه کردن هرچی به خبر است و بر از او اوکی میگن هرچی خوب است اما در پایین همه چیز خراب است و یا ای است که او خبر است و هر چیز خراب است از باز در او حاله دیگر نظام خراب است ای بود خدبه ملاحبت الله با مناسبت ایدی سعید ادها و امید که ملت مظلوم افغانستان با همه امتحان هایی که صرف خداوند برشان بده از امتحان هم خیر بگذرن و ما شما به طرف یگید واقعی با سعادت و افغانستان بارفا و پرشکو گام شویم با امید از روز خدا حافظ در پناه خداوند باشین و ما علینا الا البلاغ